در پی درز مکالمات وزیر کشور اسپانیا به رسانه‌ها فشارها بر روی او برای استعفا افزایش پیدا کرده. فقط 4 روز مانده به انتخابات سراسری در اسپانیا، یک وبسایت این کشور فایل صوتی را منتشر کرده که نشان می‌دهد خورخه فرناندز دیاز سعی می‌کند با توطئه علیه رقبای سیاسی خود برای آنها پاپوش درست کند. در این فایل صوتی وزیر کشور در حال مکالمه با رئیس اداره ضد فساد در کاتالونیا است و دو طرف درباره تعقیب قضایی سیاستمدارانی که حامی استقلال مناطق خود مختارند صحبت می‌کنند. خورخه فرناندز دیاز می‌گوید تنها توطئه‌ای که در این ماجرا وجود دارد این مسئله است که چه کسی صداها را ضبط کرد و فقط چند روز قبل از انتخابات آنها را منتشر کرد، آن هم به طور گزینشی. مردم اسپانیا قرار است روز یکشنبه برای دومین بار در 6 ماه اخیر به پای صندوق‌های رأی بروند. رهبر حزب چپگرای پودموس میگوید این مسئله مهمی است که وزیر کشور از امکاناتی که باید از آن برای تأمین امنیت همه شهروندان استفاده کند در جهت تعقیب قضایی رقیبان سیاسی خود استفاده کرده. او باید استعفا کند یا برکنار شود. پدرو سانچز رهبر حزب سوسیالیست میگوید وزیر کشور باید همین امروز استعفا کند. او هنوز این کار را انجام نداده. بنابراین آقای راخوی باید او را فوراً برکنار کند. Ese inmediato también hoy mismo. ماجرای وزیر کشور اسپانیا تازه ترین مورد از موج گسترده پرونده های فساد مالی و اداری در اسپانیا علیه حزب حاکم است. در دوران نخست وزیری آقای راخوی خود او هم از سوی منتقدان به فساد مالی متهم شده بود.